در بخش های تحولی خب من یه سری تعهدات رو در برنامه‌ای که در هنگام گرفتن رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی داده بودم تلاش کردم که اینها رو با اولویت پیگیری کنم. یکی از اون برنامه ها تأسیس معاونت فناوری و نوآوری بود. چارت سازمانی رو بازارایی کردیم، سعی کردیم چابکسازی انجام بدیم در چارت سازمانی وزارت عطف و با توجه به وضعیت علمی و فناوری که در جهان داریم و در کشور داریم سعی کردیم روزآمد بکنیم. معاونت علمی، معاونت فناوری رو تأسیس کردیم چون در این دوره قرار هست که به بحث فناوری و نوآوری توجه ویژه‌ای در کشور بشه. ما زایش و رویش شرکت‌های دانش‌بنیان رو داشته باشیم. خوشبختانه بیش از 10,000 واحد فناور در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری داشتیم که اینها ذیل معاونت پژوهشی مدیریت میشد و آنچنان که باید بهشون بها داده نمیشد، ولی با تأسیس معاون فناوری و نوآوری خوشبختانه یک روح جدیدی دمیده شد در این عرصه فناوری و نوآوری و شاهد این هستیم که در سال گذشته بیش از 25,000 شغل جدید در شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شد و 12 پردیس فناوری شکل گرفت و با خیلی از وزارتخانه ها امکانات از اون بود، از اون عزیزان بودن و ما با همکاری و تفاهم نامه ای که تنظیم کردیم پارک های علم و فناوری، پردیس های فناوری با وزارتخانه های دیگه تأسیس کردیم که از ظرفیت وزارتخانه های دیگر هم در راستای تبدیل ایده به محصول و فناوری استفاده بکنیم.